صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب، ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عرض تبریک بنده رو پذیرا باشید. بیننده های تکیه بین الحرمین، از کربلای آقا سیدالشهدا، از بین الحرمین عرض تبریک دارم خدمت شما. انشالله اعیاد بر شما مبارک و میمون باشد. انشالله شب مبعث است به وقت کربلا و شام مبعث به وقت شما بیننده هایی که در ایران مهمان برنامه تکیه بین الحرمین هستید. به هر عنوان امیدوارم که خیلی خوب و خوش و خرم بوده باشید. اگر مهیا هستید چند کلمه راجع به مقام ختمی و آب با هم سخن بگیم. قبل از اون صلواتی هدیه کنید محضر آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی برکات بر تو محمد، صلوات پیرو قرآن توییم، ما همه سلمان توییم، وعده ما همچی شویم مدینه مسجد النبی. به خدا قبله دنیا شده باز گلوت خضرا، به خدا قبله دنیا شده باز گلوت خضرا. پدر و مادرم فدای تو یا ابوالزهرا، تو دل و دلبرم هستی، تو سر و سرورم هستی، تو دل و دلبرم تو سر و سرورم هستی. چی میخوام من از این بهتر که تو پیغمبرم هستی؟ مددی یا رسول الله،
قسم به سوره علق توی توی رسول حق قسم به سوره علق توی توی رسول حق کبوتر دل بی هوا پرزده تا قار حرا راه نجات بشری صاحب شق القمری به خدا قبله دنیا شده باز گلود خضرا به خدا قبله دنیا شده باز گلود خضرا پدر و مادرم فدای تو یا عباسهرا شب مبعث شب شوره بساط عاشقی جوره شب مبعث شب شوره بساط عاشقی جوره شده ذکرم علی حیدر دیگه نورون علا نوره علی مولا علی مولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. حقیقتا علی مولا یا مولا شنیدید و حتما زمزمه کردید. چرا علی مولا؟ الان اگر چشم دل باز کنید نجف امیرالمومنین قوقای از زوار است. اونایی که میتونن ارتباط مستقیم داشته باشن با حرم مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة و السلام میتونن ببینن. ما هم انشالله در خلال برنامه بتونیم تصویرهای از نجف امیر المؤمنین خدمت شما عرضه میداریم، یعنی چشمان شما رو متبرک میکنیم به حرم امیر المؤمنین صلوات الله علیه. چرا؟ رسم قشنگی که شیعیان عراق دارن و همینطور تمام اقصانقات عالم در شب مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف میشن حرم امیر المؤمنین. شاید برای خیلی ها سوال باشه که چرا حرم امیر المؤمنین، ولی این دقت شیعه رو میرسونه، این معرفت شیعیان رو میرسونه. اونجا زمزمه میکنن، گرد ذریح امیر المؤمنین طواف میکنن، گرد حرم مطهر اسدالله الغالب طواف میکنن و زمزمه میکنن بایعناک یا علی، یعنی با تو بیعت میکنیم. خب چه خصوصیتی داره که شب مبعث رسول خدا دم از بیعت با امیر المؤمنین میزنن، یا اصلاً چه ویژگی داره که شب مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین است؟ ببینید مفاتیح شیخ عباس قمی را رحمت الله علیه زیارت مخصوص دارد امیرالمؤمنین در شب مبعث. جوابش یک کلمه است، به دلیل آیه انفسنا. تو آیه مباهله حتما دیدید دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله امیر عوالم علی رو به عنوان نفس مبارک خودشون مطرح کردند و معرفی میکنند. انقدر رسول خدا نشست و برخاست و گفت یا علی، انقدر بر فراز منبر بالا رفت و خطبه خوان به نام امیر المؤمنین، انقدر فضائل و مناقب اسدالله الغالب رو فرمود رسول خدا که علی با من از یک شجره هستیم و سائر الناس من شجره شتا، من و علی یک نور هستیم، علی برای من به منزله رأس از بدنم هست. مفصل است، در این مقام نمیخوام حرف بزنم، فقط خواستم اشاره کنم که اگر میبینید این شب شیعیان امیرالمؤمنین در حرم امیرالمؤمنین جمع میشن، در مجالسشون ذکر امیرالمؤمنین میگیرند، جهتش انفسناست، جهتش سفارشای پیغمبره، جهتش این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به دستور قرآن
که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چه پیغمبر به شما فرمان داد به آن عمل کنید. پیغمبر فرمان داد به محبت امیرالمؤمنین. روایتی رو براتون مهیا کردم از امام عسکری علیه السلام امشب. خب روایتی است که شنیدید و میدونید ولی یوم دارد. عرض کردیم در برنامه تکیه بین الحرمین قصدم اینه که آن معلوماتی که شما بیننده‌های محترم دارید و همه محبین دارند یه جوری دسته بسته و عرضم به خدمت شما بخش بخش و قفسه بندی کنیم که هر وقت مطلبی را خواستید بیان کنید، جایی بتونید خیلی راحت به اون دسترسی پیدا کنید. خیلی از ماها اینطوری هستیم دیگه، یک مجموعه زیادی از معلومات رو داریم ولی جمع نیست، عنوان بندی نیست، فهرست بندی نیست در سینه ها و اذهانمون. انشاءالله به مدد آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم و به یمن برنامه تکیه بین الحرمین این کار رو انجام میدیم انشاءالله. امام عسکری علیه السلام فرمود زمانی که جهل و گمراهی سراسر جهان را تیره کرده، بت‌پرستی و شرک جایگزین توحید و خداپرستی شده بود و به سبب خودخواهی و تکبر دختران معصوم را زنده به گور می کردن، در آن زمان خطرناک مدت 40 سال بود که خداوند سبحان حبیب خود خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را از قوای ظاهری و باطنی از هر جهت تکمیل نموده و در کوه حرا مشغول عبادت بود. خیلی نکته مهمه، خیلی مهمه. شما فرض کنید زمان رو، جاهلیت اولا چه اتفاقاتی می افتاد؟ اگر صفحات تاریخ رو ورق بزنید، البته این جاهلیت اولا که ازش صحبت میشه و در نرزم به خدمت شما متون تاریخی ما خیلی ازش صحبت شد، این نیست که فقط در جزیره العرب مردم جاهل بودن و در بقیه نقاط همه در سطح عالی از فرهنگ، و خیلی اینطور نیست. تمام کره زمین دچار جهلی بودن که الان هم بعضی از نقاطی که مشرف به دین شریف اسلام یعنی همون شیعه اسلام اشعری، بارها گفتم بنده به خصوص و در شبکه جهانی محسن وقت صحبت از اسلام میشه منظور شیعه اسلام اشعری است و لاغیر. اونهایی که مشرف نیستن به دین مبین، اونهایی که اهل تقوا نیستن، جاهلیت رو درشون میبینین. حالا یه وقت جاهلیت مدرنیته است، یه کمی رنگ و بوش رو عوض کردن، کمی تمیزش کردن، ولی همان است که بود، یکم صورت عوض کرده. به هر عنوان این پیش ذهنی رو باید از ذهن پاک کرد که در جزیره العرب جاهل بودن و در بقیه نقاط خیر جاهل، نه خیر، تمام نقاط زمین آنهایی که اهل توحید نبودن در جهل به سر می‌برن و الان هم همینطوره. کسی که امام زمانش را نشناسد ماتمیتتن جاهلیه، که باز اینجا شاخه ای از بحوث و معلومات و معارف هستش. به هر عنوان در اون زمان که دیگه دخترانشون رو زنده به گور میکردن از تکبر زیاد، و این زنده به گور کردن هم خاص بوده برای عده خاصی که اون هم جای خودش، خداوند تبارک و تعالی 40 سال حبیب خودش را خاتم الانبیا را ظاهرن و باطنن تقویت کرد. فرمایش امام عسکری رو دارم عرض کنم خدمت بیننده‌های محترم، اگر کسی تازه به ما پیوسته. این تقویت قوای باطنی و ظاهره امر مهمی بوده. چرا می‌بینیم وقتی که رسول خدا شروع می‌کنن اون تبلیغ علنی را، آن رسالت علنی را، آشکار را، بعد از 3 سالی که در خفا بود وقتی بالای کوه رفتن صدا زدن و مردم گفتن مردم اگر من بگویم الان پشت این کوه لشگری هست که قرار است به شما حمله کند آیا میپذیرید؟ همه گفتن آری میپذیریم، چون از تو دروغ نشنیده ایم تا الان. ببینید پیغمبر رو 40 سال خدا اینطور نگه دار، اینطور تقویت کرد که مردم به صدق رسول خدا
ایمان و اعتقاد داشتن. حالا که صحبت از صدقه است، ذریح صدیق اکبر رو ببینید و بشنوید، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. همینطور که ذریح مولا رو دارید مشاهده میکنید، دست ادب به سینه بگذارید، عرض ادب کنید خدمت امیر المؤمنین. یا علی، به یا علی، عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم. تفسیر این آیه رو برید ببینید، حالا یکم از موضوع دور میشیم، ولی تفسیر این آیه رو ببینید. اون نبعی که خاتم الانبیا برای اون نبع نبی شد، یعنی خبری که به جهت آن خبر خاتم الانبیا پیامبر شده است، رو ببینید چی بوده. ببین روایات چی میفرماد. امیر المومنین فرمود آن نبع عظیم من علی ابن ابی طالبم، یعنی خاتم الانبیا خدا حبیبش را فرستاد که به همه عالم بگوید علی وصی من است، علی امام کل فی الکل است، علی وجه الله است. صفا کنید با حرم امیر المؤمنین، همینطور که دارید میبینید صفا کنید. امام عسکری فرمودن، ادامه روایت امام عسکری هم بشنم، از قوای ظاهری باطن از هر جهت تکمیل بوده و در کوه حرا مشغول عبادت بود، رحمت خود را از عرش بر سر آن حضرت متصل کرد و جبرئیل را بر حبیب خود نازل فرمود و کرسی عزت را آورد و لوای حمد را به دست او داد و تاج کرامت نبوت را بر سرش گذاشت. همینطور که دارید میشنوید این جملات را، زیر لب صلوات فراموشتون نشه که بهار صلوات است، شب صلوات است. آنگاه آن خورشید تابناک بشریت بالای کرسی قرار گرفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و به امر خداوند به خانه خود رفت. وقتی که داخل خانه شد، خدیجه ام المؤمنین علیها سلام الله نگاهی به جمال آن بزرگوار نمود، خوشحال گشت و عرض کرد. دقت کنید بیندای محترم، حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین، کسی که در کنار پیامبر خدا بوده است، یعنی هر روز و هر آن با رسول خدا نشست و خاست داشته و در صفات رسول خدا چنین است که نور صورت آن حضرت آفاق را پر می کرد. این که عرض می کنم نور صورت آن حضرت، منظور استعاره و ذوق و لفظ نیست، حقیقتا عرض میکنم عایشه نقل کرده است که ما در نور صورت فاطمه در شب سوزن نخ میکردیم، یعنی حقیقتا جمال حضرات معصومین نور داشته است، روشنایی داشته است. حالا ببینید با اون روشنایی ذاتی که چهره خاتم الانبیا داشته است، که گفتن وقتی دنبال او در شب راه می رفتیم در کوچه های تاریک احتیاج به چراغ و فانوس نداشتیم، نور صورت او کافی بود، همینطور نور صورت پدرش عبدالله رحمت الله و سلامه علیه. خدیجه عرض کرد یا محمد نور درخشنده تری از تو مشاهده می کنم، یعنی رسالت، تفویض امر رسالت، ابلاغ امر رسالت، نور چهره خاتم الانبیا را چندین برابر کرده است. فرمود این نور نبوت است. خدیجه جامه به روی آن حضرت کشید، مدتی استراحت نمود. میان برنامه رو ببینیم و برگرد. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد ای پیامبر والا اقرأ حضرت طه بسم ربك الأعلى رسول الله رسول الله بود پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله
خاتم، ای پیامبر خاتم، رسول الله رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. این شب و روزا حقیقتا زبانتون رو از صلوات نگذارید بیسته. صلوات خیلی امر مهمی، خیلی امر مهمی. یعنی اگر یه وقتی زمینه‌ای باشه، وقتی باشه فقط راجع به صلوات بنده ساعت‌ها صحبت کنم برای شما بیننده. حالا که صحبت صلوات بود و این وله رو دیدیم با هم دیگه، این روایت رو دیدم. فرشته از فرشتگان از خداوند متعال درخواست نمود که اجازه شنیدن سخنان بندگان رو به او عنایت کرد. از خدا خواست که آقا بذار ما بشنویم که این بنده ها چی میگن. خدای متعال نیز خواسته او را عطا فرمود. این فرشته تا روز قیامت ایستاده و هر مؤمنی که گوید صلی الله علی محمد و اهل بیته و سلم، صلوات بفرسته بر پیغمبر و اهل بیت او، آنگاه فرشته، این فرشته میگوید و سلام بر تو باد. یعنی شما صلوات بر پیغمبر میفرستی، اون فرشته بر شخص صلوات فرستنده سلام میکند. آنگاه فرشته پیغام آن مؤمن را به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله میبرد و میگوید ای رسول خدا، فلانی برای شما صلوات فرستاد، سلام فرستاد. وظیفه این ملک اینه. رسول خدا نیز میفرماید سلام بر او باد. سلام رو ببینید معنیش چیه. بخواید سلم بگیرید یعنی سلامتی مطلق. ببینید کسی که رسول خدا بر او سلام کند چه مقامی دارد. حالا که حرف اینجا کشیده، واقعا نمیدونم اینقدر وقت کمه، از اتاق فرمانی به من میگن 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداری. من صلى علی مره صلى الله علیه به 1000 صف من ملائکه، کسی که یک بار بر من صلوات بفرسته خدا با 1000 صف از ملائکه بر او صلوات میفرسته. مقام خیلی بالاست. اگر فکر میکنی که این سفره رو خدا بر من انداخته، بر من نوعی انداخته، سخت در اشتباهی. اینطوری میشه خودمون رو میبینیم که بعضی چیزا برامون بزرگ میاد، یه کمی استکبار میکنیم. نه دیگه، اینو شما نگاه کن، این سفره رو خدا برای حبیبش انداخته. توفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. سفره برای پیغمبر انداخته شده، ما بر سر خانه اطعامی نشینیم، آن هم به لطف خودشون، آن هم به دعوت خودشون. این روایت قصد داشتم نخونم برای شما بیننده ها، ولی میخونم. عیدی من باشه برای شما بیننده های محترم، یعنی عیدی مرحوم مستنبت در کتاب القطره، یعنی عیدی خود خاتم الانبیا برای شما. و آن چیه؟ ببینید وجود مقدس چه میکنه. ببینید رحمت الله که میگن یعنی چه. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله لکل نبی شفاعت، هر نبی از انبیا الهی شفاعتی دارد، مقام شفاعتی دارد، رخصت شفاعتی در قیامت دارد. و انا خبعتو، خبعتو یعنی نگه داشتم، پر و پیمون نگه داشتم، خبعتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من همه نیروی شفاعتم که بی منتهاست نگه داشتم برای آن دسته از امت خودم که گناهان کبیره را مرتکب شده. این مطلب جواز بر گناه نیست ها، رحمت پیغمبر رو میخواد نشون بده. کبائر رو، یوم القیامه این پیغمبر به خاک قدمش، به جمال انورش، به رسالتش اگر صلوات نداره نفرستید، ولی اگه داره بلند بفرستید و ببینیم آقای بطلانی رو. کورو یان
دو تو جانی که ناز نازنینانی و حسن خوب رویانی به هر تاری از آن گیسو دلی آشفته و حیران مگر ای چین زلف یار من شام غریبانی گذشتی همچو برق از ما زدی آتش به جان و دل چه باشد گردم این شعله بنشینی و بنشانی زدی تیری و بگذشتی نکشتی از چه مگر از کرده زیبا پشیمانی اگر خانم تو را جان مجسم بهتر از اینی وگر دانم تو را روح مکرم برتر از جا ما را به کویت ره دهند ای خسرو خوبان که ما کمتر ز موریم و تو برتر سلیمانی. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک. فرمود که صلوات ابتر دنبوریده بر من نفرستین. گفتن چطور آقا؟ فرمود که اهل بیتم را هم باید بگید حتما. یعنی اون دسته از کسانی که صلوات رو فقط بر پیغمبر میفرستن بدون آل ارز خود میبرند و زحمت ما میدارن. خدا حفظ کنه آقای بطلانی و اخوان بطلانی رو، واقعا از پیشکسوتین منبر آسید و شهدا و مدح و منقبت حضرات اهل بیت هستن و ممنون از آقای بطلانی که برای ما فرستادن این صدا. عرضم به خدمت شما در خدمت شیخ زکی بیاتی بودیم، حتما دیدید قسمت‌های قبلش را، نکات خیلی زیبایی در قسمت قبلیه گفتن. اگر دیدید که یا علی، اگه ندیدین توی کانال شبکه جناب حسین یا توی یوتیوب برگرد ببینید و ببینید چطوری ایشون استارت یک مجلس روزه آسید و شهدا را زدن برای خدا و تا الان وسط مسکو در شوروی این روزه هنوز برپاست و از توفیقها رو خدا میده به اونایی که دوستشون داره. البته توفیق تلاش میخواد. بریم با هم قسمت بعدیش رو ببینیم.
گفت آقا ما عادت کردیم قمه بزنیم، در عراق محروم بودیم، رسممونه قمه بزنیم، چه عیبی داره قمه بزنیم، باید داخل مسجد که نمیشه. از اون روز و تا الان که ما داریم صحبت میکنیم خدمت شما، هر سال محرم اون آذربایجانی ها هر سال اونجا عادت کردن. واقعا نمیدونم چی بگم، حقیقتا نمیدونم چی بگم. یک شخص اینقدر توفیق آقا سید الشهدا واجه های بیتی عنایت کردن که هر جا میرن علم رو ماشاءالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. در خدمت حاج آقای بیاتی هستیم، همونطور که میدونید بیننده های محترم، خاطرات ایشون و تجربیات ایشون در خدمت آقا سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام اجمعین رو داریم مرور میکنیم و ایشون حقیقتا میفرمان و بنده هم لذت میبرم و هم میبینم که خودم به نفسه چقدر کاری نکردیم برای آقا سید الشهدا. ماشاءالله توفیقات این بزرگوار خیلی زیاد هستش و هم شنیدید و هم میشنوید. رسیدیم به خاطراتشون از شوروی و مسکو و اقامه اعضای آقا سید الشهدا در وسط کمونیست، جایی که دیگه احوالاتش رو میدونید. نمیخوام تاریخ و جغرافی تحویل شما بدم، ولی خب سختی خودش رو داره. شنیدیم و به اونجا رسیدیم که از آقا گفتن قصد کردم که به اروپا سفر کنم. در خدمت ایشون هستیم و از زبان خودشون میشنوند. یا علی آقا ببخشید، با عرض سلام و درود، خواهش می‌کنم. بزرگوارت خوشو سلام باشید. البته دو تا خاطره دارم از خود شهر مسکو هستش. بله، که این دو تا خاطره یک خانواده رو به دین مقدس اسلام تونست آشنا بکنه و یک خانومی هم از سگداری در خانه پشیمون بشه و کنار بندازه یا دور بشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اگر اجازه است تو این برنامه هست می‌دونم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. البته ما سه ماه اول که وارد مسکو شدیم و اونجا یک خانه اجاره کردیم یا واحد اجاره کردیم. البته اونجا شوروی مردم خیلی فقیر بودن، اول سقوط کمونیست مردم خیلی فقیر بودن، وضع مالیشون هم خیلی ضعیف است. بعد چیزی که جالب من دیدم اونجا، مردم همه کتابخون بودن، یعنی سوار اتوبوس میشدی میبینی همه سر به زیر کتاب میخونن، زن مرد بزرگ کوچیک، سوار قطار همچنین، ایستادن در ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس، همیشه یعنی در کیف دستی خانم ها کتاب بود. مردم همچنین، بیشتری مردم شوروی کلا من دیدم مرداشون کیف ور میدارن یا حالا عضو میکنه به شمایلش با دست و در اون کیف یک کتاب داره، کتاب در میاره و میخونه. عجب. حالا بعضی کتاب داستان میخونن، بعضی کتاب های علمی یا داستان یا مدرسه یا هرچی که باشه. یه روز ما یک اونجا اجاره کردیم، یک خونه اجاره کردیم، البته یک اتاق در یک خانه که صاحب خانه با ما نشسته بودن. بله. چون وضع مالیشون ضعیف شده بود و روبل که پول اونجا هستش اومد پایین، دلار هم خیلی بالا رفته بود، بعد مردم بازاریشون کساد شد چون پولشون کلان از دولت بود و مردم به اون صورت خودشون پول درآمد ندارن کار بکنن، کلان مأمور یعنی مأمور دولت بودن، کار با دولت کار میکردن، کارمند بودن. بعد ما با این خانواده، یک زن و شوهر بودن و دو تا فرزند، بعد یعنی ما مسلمان ها خب باید وقتی که در اصل بر حاجی میرن برای قضای حاجر دستشوی اینا باید آب داشته باشه، با مثلا پارچه و اینا دستمال کاغذی که طهارت نمی کنه آدم، پاک نمیشه. وقتی که ما مثل آفتابه مثلا باتری چیزی میواردیم برای بچه ها میواردن با خورشون یا اینا، مادر خانواده اون مال شوروی بود، مال مسکو بود، زن روسی، تعجب کرد، گفت شما چرا آب میبرین دستشویی؟ گفتم چون ما نمیتونیم دستمال کاغذی استفاده کنیم، باید آب بکشیم. گفت برای چی؟ گفتم دین اسلام اون ما رو اینطوری کرد و چنین چیزی گفتیم. گفت شما میشه برای از اسلام خودتون بر ما شرح بدید؟ گفتم بله چرا نه.
اسلام گفته فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه، این چیز رو آسون گذاشته، اینا رو آزاد گذاشته، اینجا رو باید آدم اون کارا رو انجام نده. گفت اه اه خیلی قشنگه، اولین بار من میشنوم. چون تازه سقوط، یعنی دو سال از کشور از کمونیست گذشته بود، مردم هنوز چیزی نمیدونستن از دین، از ادیان دیگر. شما میدونید در حکومت کمونیست ممنوع بود وابسته شدن به هر دینی که باشه، حتی مسیحیت. چون تمام کلیساها را به عنوان موزه استخدام میکردن، مسجدها را بسته بودن. حالا یه داستان مفصل توی جنگ هم اومده، جنگ جهانی دوم اومده که یعنی مردم شوروی تو جنگ سوس شدن، چون ایده ای ندارن ازش دفاع بکنن. دین یه ایده ای هستش که مردم روحیه میده که برن به طرف دشمن رو دفاع بکنن. بعد اومدن به استالین گفتن که ما داریم شکست میخوریم، سربازا دارن اسلحه رو میندازن زمین و برمیگردن. گفتن چرا؟ گفت چون اینا هیچ اعتقاد و ایده ای ندارن. گفت پس چیکار کنیم؟ گفتن معابد و چیزایی که کلیسا بود، جایی که عبادتگاه هستش و که ارتباط با آسمان باشه، شما بسید، اینا ارتباط دیگه ندارن. گفت برید کلیساها رو باز کنید، مسجدها رو باز کنید. این داد در تاریخ جنگ اومده. ایشون فقط تقریبا یه دو سه هفته ما براشون از اسلام بحث میکردیم، برای همین خانواده. بله. بعد اینا هر روز برامون تا 20 دقیقه نیم ساعت وقت گذشته بودن برامون که ما بریم برای این تعریف بکنیم. بعد یکی از رفقایی که مقیم اونجا بود برامون ترجمه میکرد، چون بحث خیلی چیز شد، یعنی توی اوج بحثی باید دادم زبون خیلی خوب بلد باشم، هم زیاد وارد نبودم. یه نفر مترجم آورده بود از دانشگاه خود موسکو، یک رفیق داشتیم اونجا اهل لبنان بود، شیعه لبنان بوده، با ایشون آشنا شدیم، میمد ترجمه میکرد. بعد از تقریبا دو سه هفته این خانواده مسلمان میشن. الله اکبر. و اولین شروع ایش کردن که با به دین اسلام گرایش آوردن از آفتابه استفاده کردن، یعنی دستشوی بردن آفتابه میواردن و طریقه آب کشیدن و اینا. ولی یه چیزش خوبه، من اینو میخوام بگم، اینا اصلا گوشت خوک نمیخوردن. هرچند که بیشترین گوشتی که اونجا استفاده میشه هم گوشت خوکه، به نسبت بر شما بر بینندگان عزیز، چون ارزونتره و جزو غذاهای مهمشون وارد میشه. ولی اینا گوشت خوک نمیخوردن اصلا. زمان. بله، اصلا کلا گوشت نمیخوردن، چون الان هست. الان هم هست. بله، اما کم کم داره این گوشت خوک از چرخه غذایی حتی اروپاییان بیرون میره. بله، اروپاییان یعنی مدلشون یه مدل خاصی دارن. ولی کلا اینا نه، چون مردم شوروی فرق نکنه ایدشون، اخلاقشون، رفتارشون. من خیلی اروپا گشتم، آنها مردم شوروی بیشتر آدمای اجتماعی هستن. جلسیم؟ یعنی مثلا همسایه به همسایه سر میزنه، اما چون وضع پولیشون خوب نیست، مثلا من یک لیوان یا مثلا یک استکان قهوه خودم رو ور میدارم از خونه میبرم با همسایه با هم دیگه میخوریم، خودش هم برای خودش درست میکنه، یعنی مهمونی بدون هزینه، فقط تلفن میزنه که من دارم پیش شما قهوه بخورم، ولی قهوه خودش رو خودش میاره. یه چنین حالتی هم دارن. ولی مردمی هستن، مردمی هستن، مردم بقیه اروپا بستن بر خودشون، یعنی آزاد باز نیستن، اجتماعی نیستن. بله. این یک خاطره که معظم داشتیم. یه نکته عرض کنم خدمت بیننده ها. دیدید فقط با یک مسئله، یکی از مسائل اسلام، اون مسئله طهارت که اونقدر دقیق اسلام روش تاکید داره، تاکید داره با شرایطش. این همون نیست که امام رضا فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم فقط ببینن حسن کلام اهل بیت رو ببینن تابع میشن. یه کار فقط ما باید بکنیم، کلام اهل بیت رو به مردم برسونیم. بعد وقتی که ما رفتیم اونجا، برادر این آقا همسفر ما بود، خبر داد به خانومش که رفیق برادرم، یعنی روحانی هست در دین و اینا آشنایی داره. یک کمی تمرکز، یعنی تأکید روی مسئله طهارت و نجاست، حقانیت اسلام رو به همه دنیا مشخص کرده، البته تأکید میکنه مبانی شیعیش ها.
صل الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. هر جای عالم که هستید عرض سلام داشته باشید خدمت آسید و شهدا. گفت که نور خدا نمایدت آینه مجردی، از در ما در اگر طالب فیض سرمدی، بهره ببر که دوزخ ار نام گناه ما برد، آب زند بر آتشش معجزه محمدی. عرض کردم صلوات رو این شب و روزا یادتون نره. یه پیامی برامون اومده، یه کمی شب عیده دیگه، حالا شما هم که این پیام رو میشنوید دعا کنید براش، عیدی این خانواده باشه. از 917-61-41 چهار شماره آخرش. سلام، من هر شب برنامه هاتون رو نگاه میکنم، التماس دعا دارم، مریض دارم توی بیمارستان، توی کما هستش، دعا کنید خوب بشه، پسر جوون 16 ساله، لطفا دعاش کنید. هر بیننده‌ای که الان صدای بندر داره میشنوه یه حمد شفا زیر لب بخونه برای این مریض، که امشب شب عیده، ایام مبعثه، عیدی به این خانواده بدن، حضرات اهل بیت، یک اشاره، یک نگاه کفایت میکنه تا همه گره ها رو باز کنه. پیام خیلی زیاد هست برامون، شماره که زیر نویس شده الان میتونید تماس بگیرید، مدح و منقبت میخوانیم، میشنویم محضر آقا سید الشهدا. پیام دیگه نوشتن، السلام علیکم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، التماس دعا دارم، حاجت دارم در زیارت امام حسین علیه السلام بیا، لبیک یا ابا عبدالله الحسین. انشالله به همین زودی ها قسمتتون میشه که بیاید کربلا یا آقا سید الشهدا و از نزدیک زیارت کنید. شعری که خوندم راجع به روایت آخری است که عرض کردم در بخش اون بررسی تاریخ اهل بیت حاصل شهدا، که امشب خواسته برای خاتم الانبیا و مقام ختمی مرتبه سخن گفتیم، راجع اون پیام این روایت آخریه بود. حقیقتا شفاعت آقا رسول خدا نجات میده. بعضی حرفا رو نشنوید از بعضی از آدم ها که بهره ای نبردن از علم حضرات اهل بیت، بهره ای نبردن از نورانیت معرفت، که شفاعت رو مکمل میدونن. خیر، شفاعت خودش حالا یکمی شاید الفاظ تخصصی باشه ولی جا داره بشنوید و به خاطر بسپارید، گاهی به درد میخوره. شفاعت خودش موضوعیت داره، مکمل چیز دیگری نیست. شفاعت خودش موضوعیت دارد و من یشاء الهی رو در بر میگیره. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ببخشید تکیه بدیم همه. بله بله، در خدمت شما هستیم. ما خواستم با برنامهشون حرف بزنم. بله، همین صداتون شما داره پخش میشه الان، صداتون در بین الحرمین داره پخش میشه. الو سلام، سلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم، بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام علیک یا ابن رسول الله. سلام آقا جان، ما دو تا مریض داریم یا الله، یکیش پدرمه، یکیش هم بنجونمه، دو تاش هم شفا بده ان شاء الله، بیان هر بین کربلا. من دوبار اومدم، دوبار حاجت گرفتم، این بارم میام حاجت میگیرم، انشاءالله که حاجت بگیرم، به رحمت الله و برکات، خسته نباشید. یا علی مدد، ممنون از تماستون، انشاءالله تماس میگیرید و خبر عافیت هر دو مریضتون رو به ما میگید. بیننده های محترم، همونطور که عرض کردم حمد شفا بخونید برای مریض ها. یه پیام دیگه اومده بود که ما تو خونه مریض داریم و روی تخت برنامه های شما رو نگاه، از بس که سخت شده دلاخره دیگه میبینید اوزارا، هیچ خونه و خانواده ای نیست که یا خودش مباشرتا مریضی تو خونه داشته باشه یا درگیر یه مریضی باشه که از اقوام نزدیکش هستش. خدا برای همه سهل و آسون کنه. خدا انشالله هر کسی که آرزو داره کربلا بیاد، صحت و سلامت، با صحت و سلامت کربلایش کنه. بیاد اینجا محضر آقا سید الشهدا و آقا قمر بنی هاشم. سلام عرض کنم خدمت شما، تماس بعدی رو وصل کنید. بزنید
متاسفانه از دست این تماسشون رو. بله، یه پیام دیگه دارم. با عرض سلام، ببخشید اگر ممکنه لطفاً کتاب زندگی ائمه اطهار که آقای غفوری در برنامه تکیه معرفی کردن اسمش رو بنویسه. عرض کرده ما به مناسبت های مختلف کتاب مناسب اون مناسبت خدمت شما عرض بکنیم، کتابی که محور بحث هست و زنجیروار داریم، سلسله وار داریم بحثش رو میکنیم، نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هستش، کتابی که امشب روایات صلوات و شفاعت رو برای شما خوندم، القطره مرحوم سید احمد مستنبت که از اولیاء الهی بود برای شما خوندم. بس کنید تماس بعدی رو، ممنون شه. الو، سلام علیکم. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در خدمتتونم، صداتون داره پخش میشه. خودم هستم. من جوی تلویزیونم نمیبینم صدا مفرم. اتاق فرمایید صداشون رو درست من بدیم. صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. خواهد عرض سلام خدمت سید و شهر داشته باشه. بله قصد شد، متوجه شدم. بله، عرض میکردم خدمت شما، کتابی که در قسمت‌های قبل از اون برای شما مطالبی رو خوندم، کتاب منتهی الآمال شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هستش، کتب در معارف اهل بیت و مناقب و تاریخ زیاد هستش. الحمدلله شیعه دست بازی در کتب دارد، ولی ما سعی کردیم کتاب‌هایی رو بیاریم خدمت شما بیننده محترم که محل اختلاف تاریخیش کمتر هست، یعنی تقریبا حد یقف بین همه علما و مورخین هستش. نکته دیگه که بخوام عرض کنم خدمت شما راجع به رسالت حضرت ختمی مآب، خوب این مسئله امی بودن رو یه دقتی روش بکنید. برای پیغمبر خدا گفتن که او امی بوده و امی رو ترجمه میکنن به کسی که سواد نداره و این غلطی است که دشمنان در معارف ما ایجاد کردن. پیغمبر خدا ننوشت، نه اینکه بلد نبود بنویسه، خوب هم میدانست نوشتن را. سلام عرض میکنم خدمت بیننده. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم. یا علی مدد، همچنین بر شما. صدای شما پخش میشه، اگر عرض سلامی خدمت آسید و شهر دارین بفرمایید. السلام علیکم یا عبدالله. صلی الله علیکم مولای یا عبدالله. قبول باشه زیارت شما. السلام علیکم یا عبدالله. از کجا تماس میگیرید؟ یه مبارک باشید. یا علی مدد. قبول باشه زیارت شما بیننده های محترم. بله عرض میکردم امی بودن خاتم الانبیا معانی خیلی زیادی داره. حتی در روایات حضرات اهل بیت تصریح به این مطلب کردن که اگر کسی پیغمبر خاتم رو امی به معنای کسی که سواد خوندن نوشتن ندارد معرفی کند، جفای در حق آن حضرت کرده است. با مبانی هم که ما داریم ثابت هستش که امی معناش کسی نیست که سواد خوندن نوشتن ندارد. این که ننوشت خاتم الانبیا دلیل دیگری دارد، نه این که نمیدانست خوندن و نوشتن یعنی چه. خیلی در حق رسول خدا جفا کردن بعضی، انشالله ما جز اون دسته نباشیم. تمام سفارشات پیغمبر خاتم در حق آلشون بود، اهل بیتشون. بس کنید. سلام علیکم. سلام، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. میخواستم وصلم به استودیو اگه ممکنه. صدای شما پخش میشه، بفرمایید. میخواستم سلام بدم با آقامون. بله حتما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام. پخش میشه صدای شما. اگر لطف کنید بیننده محترم، این مشکل مال اینه که گیرنده هاتون رو باید ببندید وقتی که تماس میگیرید. برای فرج دعا کنید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. مریضایی که سفارش کردن رو هم حمد شفا بخونید.
یا علی مدد، خدا نگهدار. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي يسيلة حراير كربلا حزن الفواطير